درود رفقا، آرش آرتفروشان هستم. جلسه دوم صداسازی. بچه ها اینجا خدمتتون عرض کنم که 8 تا ویدیو تا الان گذاشتم، 7 جلسه مقدماتی و 1 جلسه که میشه جلسه اول صداسازی. حتما ببینید بعد بیاین سراغ این ویدیو، چون اینجوری از وسط شروع کردن و خیلی از داستانا رو نمیدونید. برای اینکه آشنا بشین با بقیه جلسات حتما از جلسه مقدماتی 7 جلسه بعد جلسه اول شروع کنید. خب جلسه قبلی بهتون یاد دادم که با هجای بسته نوت دو رو تولید کنید، چه خانم‌ها چه آقایون. این جلسه میخوام بهتون یاد بدم که یه اکتاف حرکت کنیم با همون هجای بسته. فقط یه سری یاداوری‌های خیلی مهم داریم که در ادامه بهتون میگم. چند تا نکته کلیدی بگم بعد بریم سراغ تمرینی که قراره بهتون بدم. بچه‌ها این تمرینی که من دارم بهتون میدم که بهتون گفتم که حتماً فکتون باز باشه جوری که دندونای پایینتون دیده بشه و کل این تمرین رو قراره ما همون شکلی ادامه بدیم. یعنی من خب بالا سرتون نیستم، مجازی فقط اینش سخته که شما مدرس نداری، مثلا آرش نیست ببینه داری چی کار میکنی، خودت که هستی توی آینه خودت نگاه کن، بهترین معلم بهترین منتقد خودتی. ببین قشنگ فکت بازه یا نه، فکت باید این شکلی باشه. الان تحت فشار فکت من، ببین اگه فکت این گیریه به درد نمیخوره، اگه دندونه پایین دیده نمیشه به درد نمیخوره، اصلا به درد نمیخوره. باید حتما فکت نگاه به این صورت. اینجا میتونید چونتون رو بگیرین قشنگ هولش بدین که قشنگ فکت باز بشه درست بشه و بعد شروع میکنیم هجای بسته. نکته دوم کلیدی و خیلی مهم، فید آن فید آت. اگه مثلا این نوتو میزنی میگی این به درد نمیخوره، تمام شد، فاجعه است. به درد نمیخوره، باید بگی آروم، یه نفس خوشگل میگیری بعد خیلی آروم میگی. آروم میای پایین. بچه چون من در حین صحبت کردن دارم این کار رو میکنم، من رو ببخشید اگه نمیتونم خیلی خوشگل و شکیل واسهتون اجرا کنم، تمام تلاشم رو میکنم ولی واقعا سخته، چون موقع حرف زدن گلوی آدم خشک میشه، همین باعث میشه که من نتونم قشنگ فیدامون کنم واسهتون و چون حین صحبت کردن تمام نفسم به هدر دادم، نفس کوچولو میگیرم واسه صحبت کردن، باز دوباره اونجوری نیست که بتونم حسابی بکشمش. این قشنگ هر چند ثانیه که بیشتر بتونین نفس رو نگه دارین و این فیدام فیدات بیشتر طول بکشه، مطمئنن تأثیر وحشتناک و بسزایی رو صداتون میذاره. و از این تمرین خواهشن خسته نشین، یه چند هفته است تحمل کنید و اینا قراره مثلا توی وارماپ شما 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه قراره مثلا بگیره، هر چقدر بیشتر بهتره، این دیگه برمیگره به خودتون، مثل تمرین ساز زدن میمونه، هر چقدر بیشتر بهتر، این دیگه بستگی به شما داره چقدر میخوای حرفه‌ای باشی، چقدر آینده خوانندگیت برات مهمه، اینا همه مهمه. پس دو تا نکته کلیدی رو یادتون نره. سومین نکته کلیدی رو بهتون بگم، حتما نفسی که میکشین دیافراگم شکمی باشه، اوکی؟ یعنی شونه تکون نخوره، قشنگ شکم بره پایین، شونه ثابته میره تو شکم، الان که از شکم خودم نفس گرفتم حواسم جمع بود با تمرکز زیاد، چقدر راحت تر این کار انجام دادم. دفعه قبلی چون در حین صحبت بودم همون نفسی که تو سینم بود رفتم و این اشتباهه، باید نفس شکمی بگیرین، قشنگ با دقت کار کنین، مثل من که هول نیستین سری ویدیو رو بگیرین که راحت واسین تو خونه دارین کارتون میکنین. خب تمرین اول 2-3 دقیقه 4 دقیقه هر چقدر که تونستین اون تمرین، یه دونه فقط نوت دو رو هی انجام میدیمش، انجام میدیم. حالا میخواییم نوتا رو عوض کنیم، هی بریم نوت بعد نوت بعد نوت بعد و یک اکتاو رو طی کنیم. خب با گیتار میگم بچه ها نوتا رو، بعد میرم با پیانو هم براتون توضیح میدم. با گیتار خیلی ساده است. پوزیسیون اول یعنی چی؟ پوزیسیون اول یعنی انگشتای 1 2 3 4 تون آماده بذارید. اول از سیم 5 فرت 3 نوت 2 که جلسه گذشته آموزش دادم شروع می‌کنیم. ما جلسه گذشته گفتیم فقط نوت 2 رو می‌زنیم و گرم می‌کنیم با این نوت، مثلا 3-4 دقیقه این کار انجام می‌دیم. حالا می‌تونید تایمش رو کمتر کنید، به جاش اول چند بار نوت 2 رو بزنید، حتما که این صدای گرم شه با یه دونه نوت. بعد که یه ذره کار کردین صداتون گرم شد احساس کردین که حالا می‌تونین، شروع می‌کنیم. از نوت 2 میریم جلو. نوت 2 بچه‌هاتون نره فک باز. تاش از پایین فید آن فید آت، هجای بسته برمیگردیم.
بعد دو دیز فرت چهارم. برمیگردیم عقب. فقط من چون دارم صحبت میکنم یه یادم میره فکمو باز کنم. از همون اول باید فک باز باز باشه بچه ها. یه نکته باحال بهتون بگم در مورد فکتون که چرا گفتم اینو چونه رو فشار بدین عقب، واسه که وقت به این گردنتون آسیب نخوره، واسه اینکه باید این گردن بره عقب یه ذره که در راستای ستون فقرات قرار بگیره. خب بریم ادامش. این نوتو گفتم، دو رو گفتم، دو دیزو گفتم، حالا میریم نوت ره. ره سیم چهار آزاده. ره رو میگیم بعد میریم ری دیز سیم چهار فرت یک، دیگه بقیه رو نمیخونم. سیم چهار فرت دو می، سیم چهار فرت سه فا، سیم چهار فرت چهار فا دیز. این فا دیز نوت یه سری از بچه ها ممکنه اینجا مثلا شروع شه بهشون یک کم فشار اومده، ولی نگران نباشین چون هجای بسته است یا تاثیر اونچنانی نداره، نه که حالا خیلی خودتون اذیت کنین. ولی اینجا بعد سول سیم سه آزاد، سول دیز سیم سه فرت یک، لا سیم سه فرت دو، لا دیز سیم سه فرت سوم، اینجا میشه سی سیم سه فرت چهار و دو. اکتاومون تموم شد. سیم سه فرت پنجم نوت دو میشه. از دو شروع کردم اومدم رسیدم دوباره به دو، ولی کروماتیک حرکت کردم. کروماتیک یعنی چی بچه ها؟ کروماتیک یعنی نیم پرده نیم پرده، یه فرت یه فرت، همه رو زدم. بهم میگیم کروماتیک، یاد بگیریم اینا، یه اصطلاح باحاله. خب کروماتیک از دو میایم تا دو، یعنی یه حرکت کامل، یه اکتاو کامل رو میریم. و وقتی که واسه اینا قشنگ وقت بذاریم، مثلا هر نوتیو یه بار دو بار سه بار چهار بار بگیم، صدای ما قشنگ گرمه، تازه آماده میشه واسه وارم اپ های اصلی، واسه تمرینی که میخوام بهتون بدم، واسه گستره صوتی بترکونم صداتون. خب خیلی راحت بهتون بگم، خیلی ها بچه ها مشکلات صوتی خیلی پیچیده دارن. مثلا من دایرکت های بچه ها رو گوش میدم، اتفاقا همین امروز یه خانمه بهم دایرکت داده بود و همین مشکل داشت که وقتی که داشت صحبت میکرد گوینده بود و میخواست کار خوانندگی هم بکنه، هم تو گویندگی داشت اذیت میشد هم تو خوانندگی، واسه که عادت کرده بود که خیلی اینجوری صحبت کنه. درود بر شما، خوب هستین؟ این بچه این قشنگه بعضی وقتا واسه گویندگی، واسه یک جمله احساسی، واسه یک آهنگی مثل آهنگ اردیبهشت من که من کل آهنگو به این شکل خوندم، بهش میگیم فوسه، کل آهنگو تقریبا فوسه خوندم و این یک ترک در یک مثلا کنسرت و خیلی هم آرومه، نه اوج داره نه پایین داره، گام طلایی منه، فوسه خوندمش، صدای لاغر و پرهوایی تولید کردم واسه یه جمله مثلا خیلی احساسی وسط یه فیلم که گوینده بخواد بگه باحاله. ولی واسه روزمرگی خوب نیست، اینکه این بشه دیفالت ما غلطه، یعنی ما به صورت دیفالت اینطوری صحبت کنیم بعد از یه مدت این میمونه توی صدامون و همین یه آسیب صوتی از نظر اینکه آسیب بزنه، نه خب تموم شد، یه ویروس تو صدای ما دیگه همیشه هست، یعنی یک عادت بد میمونه و میشه غلط ترین اتفاق تو صدای ما. ما همینجوری همیشه در حال صحبت کردنیم، میخوایم بخونیم اینجوری میخونیم، اوج که اصلا نمیتونیم بگیریم، نوتای خیلی پایین بسیار سخته، باید این حجم هوا دست ما باشه نه که ما دستمون باشیم، این غلطه، نباید بشه کاراکتر صدای ما، باید یه چیزی باشه مثل موم تو دستتون، هر وقت دلتون خواست بندازینش جلو. یه پرانتز کوچیک باز کردم، اینو گفتم بچه‌ها واسه اینکه دایرکت داشتم دیدم که نه بچه‌ها هنوز دارن با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنن، گفتم صحبتامو کامل کنم. بریم سراغ پیانو. خانمای عزیز من یادم رفت که در خانما بگم که از سیم مثلا دو فرت یک شروع کنین بخش گیتار رو. نمیخواد بچه ها، از همون نوت همون دویی که رو سیم پنج فرت سومه شروع کنین، مشکل نداره. خب اینجا بچه ها پیانو از این دو تا این دو میخوایم حرکت کنیم، ولی کروماتیک. کروماتیک یعنی چی؟ یعنی هم کلاویای سفید هم کلاویای سیاه، یعنی یه بار رو این میریم و برمیگردیم نوتمون رو، یه بار روی این میریم. این دو دیزه، بعد ره، ره دیز، می، فا، فا دیز، سول، سول دیز، لا، لا دیه سی و دو در نهایت. خانم ها میتونن از این دو برن تا دو بعدی تا اینجا، خب ولی میتونن بیخیال این شکل دلشون میخواد خیلی خوب کوک بگیرن، اگه براشون فرقی نداره بچه ها، این دو تا این دو، اینا همون نوتان، فقط توی بیس و تریبلشون با هم دیگه تفاوت دارن. پس از این دو تا این دو به صورت کروماتیک حرکت میکنیم. اینم در مورد پیانو یه بار دیگه توضیح بدم، دو تا سه تا بغل این دو تا یه دوه زیاده بچه ها، نکنه اینجا هم دوباره هست، دوباره میم جلوتر دوباره هست، فرق نداره، بغل این دوتایی شروع میکنیم تا بغل این دوتایی تمام میکنیم، میشه یک اکتاف. دمتون گرم، موفق باشین.